اینجا اورشلیم، رادیو پیام اسرائیل. در یک ترفند ظالمانه تبلیغ می کنند که اگر مردم بیایند و آن پسنداز حقیری را هم که برایشان باقی مانده صرف خرید سهام دولتی در بازار بورس کنند، 150 هزار میلیارد تومان در سال سود خواهند برد. تا کنون همه اموال پردرآمد کشور را صاحبان قدرت چپاول کرده اند و حالا می خواهند کسری کمرشکن بودجه خود را از طریق کشاندن پول مردم به بورس جبران کنند. امروز چهارشنبه 29 مرداد ماه سال 1399 خورشیدی، 19 ماه اوت 2020 میلادی و 29 آب در سال 5780 ابریست. فشرده شماری از رویدادهای مهم شبانه روز اخیر را با آگاهی شما میرسانیم. وزیر خارجه ایالات متحده اعلام داشت که فردا طرح خود را برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه رژیم ایران به شورای امنیت میآورد. رهبران ایالات متحده همچنان تاکید می‌کنند که به فشار حداکثری برای جلوگیری از لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه حکومت ایران ادامه خواهند داد. حسن روحانی در واکنش به این خبر گفت که رژیم ایران دو سه سال مقاومت کرده و همچنان به مقاومت ادامه خواهد داد، ولی پرزیدنت ترامپ ارزیابی کرد که رژیم ایران پیش از هر گونه اقدامی در رابطه با ایالات متحده در انتظار نتایج انتخابات ریاست جمهوری می باشد. فشارهای سازمانهای حقوق بشری برای پایان بخشیدن به سرکوبگری علیه فعالان سیاسی در رژیم ایران همچنان ادامه دارد. نسرین ستود مورد حمایت بین المللی قرار گرفته، ولی محمد نوریزاد از امضا کنندگان نامه‌ای که در آن خواستار کنارگیری علیه خامنه‌ای شده بود همچنان ادامه دارد. طبق آمار رسمی شمار قربانیان کرونا در ایران از مرز 20,000 نفر گذشته است، ولی منابع پزشکی غیر دولتی ارزیابی می‌کنند که این تعداد ممکن است بالای 50,000 نفر باشد. هر اندازه موقعیت حکومت متزلزل‌تر می‌شود، مقامات حکومتی بر شدت افشاگری‌های خود در مورد ابعاد چپاول بیت المال و تسلط بر اموال ملی گسترده‌تر می‌شود. در اسرائیل با توجه به ادامه تعرض و عملیات تروریستی از غزه علیه اهالی کشور، این احتمال مطرح می‌شود که هلاک‌سازی سرکردگان ترور از سر گرفته شود. مقامات سیاسی و دفاعی می‌گویند که نبرد اصلی اسرائیل با رژیم ایران و حزب الله لبنان است و نباید به جنگ با حماس و جهاد اسلامی کشیده شود. مشروح این اخبار و یک رشته گزارش‌های بیشتری را که به اسرائیل و ایران مربوط می‌شود در این مجموعه خبری یک ساعته با آگاهی شما می‌رسانیم. تیم خبری امروز ما شامل خانم لیلی بناییان، آقایان مرتضی لطفی و دکتر عبدالله قره‌گزلو می‌باشند. موسیقی ایرانی نیز خواهیم داشت. به این برنامه خوش آمد. در این روز چهارشنبه با تقدیم گرمترین درودها به همه شنوندگان در سراسر جهان، همراه با همکارانم گزارش رویدادهای شبانه روز اخیر را به آگاهی شما میرسانیم. در همان حال که از احتمالات گسترده همکاری‌های نظامی و امنیتی بین اسرائیل و امارات عربی متحده سخن می‌رود، منابع خبری می‌گویند که امارات انتظار دارد که اسرائیل با خرید جنگ‌افزارهای مدرن آمریکایی از جانب امارات مخالفت نکند. در گزارش‌های پیشین آمده بود که یکی از انگیزه‌های امارات در برقراری روابط با اسرائیل رفع مخالفت ایالات متحده با فروش جنگنده‌های رادارگوریز F-35 و تسلیحات پیشرفته دیگر به امیرنشین‌ها و حتی عربستان سعودی می‌باشد. یک دیپلمات آشنا به روابط اسرائیل و امارات که نخواست نامش برده شود، به خبرنگاران گفت که گرچه در توافق صلح امارات با اسرائیل به صراحت از خرید جنگ‌افزار از ایالات متحده سخنی نرفته، ولی این انتظار ضمنی در رهبران امارات وجود دارد که اسرائیل با چنین معامله‌ای مخالفت نورزد و حتی دولت پرزیدنت ترامپ را تشویق به انجام آن سازد.
دفتر نخست وزیری اسرائیل دیروز سه‌شنبه گفت که اسرائیل همچنان خواهان حفظ برتری نظامی خود در منطقه است و این امر همه کشورهای همسایه را شامل می شود. ولی یک کارشناس اسرائیلی که نخواست نامش برده شود گفت دولت اردوغان که به جنگنده های F-35 مجهز است خطرات نظامی مهمتری در برابر اسرائیل در مقایسه با امارات ایجاد می کند. امارات عربی متحده همانند اکثر امیرنشین های دیگر در حوزه خلیج فارس دارای یک ارتش کوچک است و در برابر رژیم ایران توان ایستادگی ندارد و خواهان تقویت خیش است. تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل در این رابطه گفت که یکی از انتظارات امارات از اسرائیل گسترش همکاری های امنیتی می باشد تا بهتر بتوان با تهدیدهای رژیم ایران رویارویی کرد. آقای منشه امیر در گفتگوی شب گذشته از تلویزیون ایران آریایی در پاسخ به پرسش دکتر ایرج ربیعی درباره اهمیت روابط اسرائیل و امارات از جمله چنین گفت: امیرنشین ها از سالها پیش دارای یک رشته روابط پنهان با اسرائیل بودند و بارها همکاری هایی بین طرفین انجام گرفته و اکنون می توانند راه را علنی ساخته و گسترده تر کنند. آقای منشه امیر در مورد اهمیت استراتژیک صلح اسرائیل با امارات همچنین گفت: امارات می تواند پایگاه اطلاعاتی خوبی برای اسرائیل باشد و اطلاعاتی که به دست خواهد آمد به سود هر دو کشور خواهد بود. گفتنی است ایرانیان زیادی به امارات رفت آمد دارند و می توانند پل ارتباطی خوبی برای امور امنیتی و اطلاعاتی باشند. رئیس دفتر کاخ سفید واشنگتن مارک مادوز حاضر نشد به خبرنگاران بگوید که آیا پرزیدنت ترامپ به طور نهایی با فروش جنگ افزار به امارات موافقت کرده است. این مسئله در حالی مطرح می شود که ایالات متحده با ادامه یک تلاش گسترده می کوشد تحریم تسلیحاتی علیه رژیم ایران همچنان ادامه یابد. سران رژیم ایران و همچنین فرماندهان سپاه پاسداران در روزهای اخیر بارها حکومت امارات را مورد تهدید جنگی قرار دادند. قضات دادگاه بین المللی کیفری در لاهه هلند سلیم عیاش یکی از متهمان پرونده در ارتباط به ترور رفیق خریری را مجرم شناختند. دادگاه سه نفر دیگر را از اتهامات وارده تبرئه کرد. دادگاه گفته است که موبایل سلیم العیاش نقشی اساسی در انفجار داشته است. با توجه به نفوذ حزب الله در تشکیلات حکومتی لبنان انتظار نمی رود محکوم این پرونده برای اجرای حکم به دادگاه یا دولت لبنان تحویل شود. از محل اختفای 4 متهم این پرونده با نامهای سلیم جمیل عیاش، حسن حبیب مرئی، حسین حسن انیسی و اسد حسن صبرا اطلاعاتی در دست نیست. هیچ کدام از این افراد در جریان دادگاه حاضر نشدند و از خود نیز دفاع نکردند، اما وکیل تعیین شده از سوی دادگاه برای این افراد با رد اتهامات گفت که تمامی دلایل و مدارک تنها شواهد محتمل است و اسناد قطعی نیست و ثابت نمی کند که این افراد در این ترور مقصر بوده و دست داشتند. دادگاه بین المللی کیفری در لاهه هلند حکم متهمان پرونده ترور رفیق خریری نخست وزیر سابق که 15 سال پیش در بمب‌گذاری خودرو کشته شد را اعلام کرده است. این دادگاه در خصوص 4 مظنون اصلی این ترور تشکیل شده بود. این افراد قیاماً تحت محاکمه قرار گرفتند و قرار بود رأی پیشتر اعلام شود، اما به دلیل انفجار اخیر در بیروت به تعویق افتاد. دیوید ره رئیس هیئت قضات در آغاز جلسه گفت که ممکن است گروه حزب الله یا دولت سوریه خواستار از میان رفتن رفیق حریری بوده باشند، اما شواهد محکمه پسندی از دست داشتن مستقیم دولت سوریه و رهبری حزب الله در ترور ارائه نشده است. او تأکید کرد که قتل رفیق حریری
قطعا دارای انگیزه سیاسی بوده و خواست نخست وزیر از فق لبنان برای خروج نیروهای نظامی و امنیتی سوریه از لبنان احتمال ارتباط دولت سوریه به ترور را مطرح کرده بود. رأی دادگاه در 2600 برگ تنظیم شده و خلاصه آن از جمله رأی دادگاه در مورد متهمان اصلی در این جلسه امروز ارائه شد. واکنش مقامات دولت موقت سودان نسبت به احتمال برقراری روابط سیاسی با اسرائیل این ارزیابی را به دنبال می آورد که آنها هنوز برای برداشتن این گام آمادگی ندارند. سامانه خبری الجریده در امیرنشین قطر نوشت که سخنگوی وزارت خارجه سودان به نام حیدر بدوی صدیق ساعاتی پس از آن که گفت سودان مایل به برقراری روابط با اسرائیل است از این سمت برکنار گردید و ناچار شد بگوید که او دیدگاه شخصی خود را بیان کرده و اظهاراتش نشان سیاست رسمی دولت نیست. دولت جدید سودان پس از برکناری عمر البشیر از رهبری آن کشور برپا شد و ائتلاف از شخصیت‌های سیاسی و نظامی می باشد که هنوز صلاح نمی داند با اسرائیل روابط علنی برقرار سازد. در گذشته گفته شده بود که بنیامین نتانیاهو در سفری که سال گذشته به یک کشور آفریقایی داشت با رهبر سودان نیز دیدار کرد و امکان به رسمیت شناختن متقابل را با او در میان گذاشت. یکی از خواسته های اسرائیل آن بود که هواپیماهای مسافربری اسرائیل در پرواز به آمریکای جنوبی بتوانند از حریم هوایی سودان بگذرند. سخنگوی وزارت خارجه سودان پیش از آن که از این سمت برکنار گردد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز به زبان عربی از جمله گفته بود که سودان طرفدار رسیدن به توافقی با اسرائیل است که تأمین کننده منافع آن کشور باشد ولی به ارزش‌های ثابت آن کشور نیز آسیبی وارد نیاورد. احتمال می‌رود که منظور او حل مسئله فلسطینی‌ها بود. حیدر بدوی در ادامه سخنان خود گفت هیچ دلیلی وجود ندارد که دشمنی بین سودان و اسرائیل همچنان ادامه یابد و وجود برخی تماس‌های پنهان بین دو کشور غیر قابل انکار می باشد. تحلیلگران اسرائیلی ارزیابی می کنند که علت اصلی خودداری سودان از ارتباط علنی با اسرائیل آن است که هنوز موقعیت سیاسی در آن کشور تحکیم نشده است. سعد حریری فرزند رفیق حریری در پایان جلسه دادگاه ویژه لبنان در لاهه که برای پرونده ترور پدرش تشکیل شد گفت رأی دادگاه را میپذیرد اما این موضوع هنوز تمام نشده است. حریری به خبرنگاران گفت دادگاه به اطلاعات زیادی دست پیدا نکرده است. این اظهارات در حالی است پیشتر دادگاه لاهه اعلام کرده بود که نتوانسته به شواهدی مبنی بر دخالت مستقیم رهبری حزب الله لبنان و سوریه در ترور رفیق حریری دست یابد. با این حال دادگاه سعید عیاش منتسب به حزب الله لبنان را در 5 فقره قتل از جمله ترور رفیق حریری گناهکار شناخت ولی 3 متهم دیگر را تبرئه کرد. سعد حریری که مثل پدرش سابقه نخست وزیری لبنان را دارد تأکید کرد هر آنچه پیشتر گفته بودیم ثابت شد که واقعیت بود. از او گفت که ترور پدرش به دلیل مخالفت او با حضور رژیم سوریه در لبنان بوده است. حریری گفت برای ما آشکار شد که یک شبکه از صفوف حزب الله عامل قتل رفیق حریری بوده است. سعد حریری پیشتر ابراز امیدواری کرده بود اعلام حکم این دادگاه روز حقیقت و عدالت برای لبنان باشد. پس از ترور رفیق حریری و 21 نفر دیگر در بهمن 1384 در بیروت موجی از اعتراضات لبنان را فرا گرفت که منجر به خروج نیروهای سوری از لبنان شد. میشل اون رئیس جمهوری لبنان نیز با انتشار بیانیه‌ای از اعلام حکم دادگاه استقبال کرد و خواستار اتحاد همه نیروهای سیاسی در لبنان شد. این در حالی است که
رئیس جمهوری لبنان که از متحدان حزب الله به شمار می رود در گفتگو با یک روزنامه ایتالیایی گفت به حکم دادگاه احترام می گذارد، اما این حکم 15 سال پس از ترور حریری دیگر عدالت نیست. گروه حزب الله لبنان نیز اعتبار چنین دادگاهی را زیر سوال برده است. گروه های ترور در غزه همچنان به تعرض و آشوب علیه اسرائیل ادامه می دهند و برخی آشنایان امور ارزیابی می کنند که اسرائیل ممکن است به سیاست هلاک کردن سرکردگان این سازمان ها براید. در دهه های گذشته اسرائیل چندین تن از سرکردگان گروه های آدمکش و از جمله محمد یاسین رهبر حماس را از پای در آورد. ولی این سیاست در میان مقامات امور امنیتی اسرائیل مخالفت نیز دارد که آن را راه خوبی برای مبارزه با ترور نمی دانند. علت مطرح شدن این احتمال آن است که سازمان های ترور فلسطینی از 2 هفته پیش عملیات تعرضی علیه اسرائیل را در ابعاد گسترده از سر گرفتند. در 1 هفته اخیر صدها بادکنک آتشزا از نوار غزه به سوی اسرائیل هوا شده و بیش از 200 آتش سوزی ایجاد کرده که آسیب جانبی به دنبال نداشته ولی خسارات مالی زیادی وارد ساخته است. در کنار این اقدام تعرضی در 2 هفته اخیر چند مورد شلیک موشک نیز از غزه به سوی نواحی مسکونی در اسرائیل رخ داده که موجب برهم زدن زندگی عادی و همچنین ایجاد وحشت در میان شهروندان بوده است. اسرائیل اعلام کرده که هوا کردن بادکنک انفجاری را نیز همانند شلیک موشک به سوی اسرائیل تلقی می کند و در برابر آن سکوت نخواهد کرد. به دنبال این سیاست شب گذشته دوباره پرنده های نظامی اسرائیل به پرواز در آمدند و برخی مواضع نظامی را در غزه بمباران کردند. ولی بعید می نماید که این گونه واکنش های اسرائیل ترسی در دل سرکردگان ترور به وجود آورد، زیرا آنان به خوبی می دانند که اسرائیل در جریان عملیات خود به جان افراد، حتی افراد نظامی فلسطینی، آسیبی وارد نخواهد آورد. فلسطینی ها در غزه در کنار هوا کردن بادکنک انفجاری و شلیک موشک به یک شیوه دیگر نیز برای ایجاد مزاحمت علیه اسرائیل روی آوردند. در این شیوه صدها تن از افراد سازمان‌های ترور در چند نقطه در کنار مرز اسرائیل گرد می‌آیند و به ایجاد سر و صدای گوش خراش و ایجاد انفجارهای گوش خراش می‌پردازند تا زندگی اهالی آبادی‌های اسرائیلی در مجاورت مرز را مختل سازند. علت آنکه اندیشه هلاکت سرکردگان ترور مطرح گردیده آن است که اسرائیل از وارد شدن به عملیات جنگی در غزه پرهیز دارد و بر این باور است که دشمنان اصلی حزب الله در خاک لبنان و خود حکومت اسلامی ایران است و اسرائیل نباید خود را با رویارویی با سازمان‌های ترور در غزه سرگرم سازد و از دشمنان واقعی غافل شود. حسن روحانی امروز چهارشنبه ضمن اشاره و تاکید دوباره بر این نکته که آمریکا حق توسل به مکانیزم ماشه بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد را ندارد گفته است، 1-2-3 سال مقاومت کردیم و به مقاومت ادامه می‌دهیم. وی طی سخنان در هیئت دولت گفت چون آمریکا از چارچوب برجام کنار رفته است، بنابراین دیگر عضوی از این معاهده نیست و نمیتواند از سازوکار ماشه استفاده کند. وی در ادامه گفت این دوره تمام میشود. اگر کسی در ایران فکر کند که حکومت به ادعای او جبار کاخ سفید و تحریم‌های ظالمانه دائمی است، اشتباه میکند. زیرا هر دو باقی نمی مانند و تحریم ها می شکنند. او توضیح نداد که چگونه بر اساس کدام دلیلی تحریم ها نمی مانند و شکسته می شوند. حکومت ایران، روسیه و چین نیز بارها گفتند ایالات متحده آمریکا
چون از توافق اتمی خارج شده حق استفاده از این مکانیزم را ندارد. حسن روحانی در نشست امروز هیئت دولت گفته است در قطعنامه 22-31 شورای امنیت سازمان ملل میگوید طرفهای برجام یا یکی از طرفهای برجام از آن حرفهای غلط است. البته دنیا میداند اگر آمریکا در این مسیر قدم بردارد چه می شود. ایالات متحده آمریکا گفته است چون از امضا کنندگان این توافق بوده است به رغم اعلام خروج می تواند آن را در هر زمانی که بخواهد دوباره فعال کند. حسن روحانی ادعا کرده گفت طرح فروش نفت یک تودهنی به آمریکا است و آن را 100% به نفع مردم می دانیم. ایالات متحده آمریکا خرید و فروش نفت ایران را در سراسر جهان تحریم کرده و درآمدهای نفتی ایران را که به شدت به آن متکی بوده است از 100 میلیارد دلار به کمتر از 8 میلیارد دلار رسانده است. حسن روحانی گفته است در این شرایط یا باید اوراق قرضمون چه کنیم یا سهام و نفت بفروشیم که هر سه کار را انجام می‌دهیم. از سوی دیگر یک نماینده مجلس خواستار حضور حسن روحانی در مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان شد. محمد حسن عسخری نماینده عراق امروز چهارشنبه گفت آقای روحانی باید با حضور در مجلس در مورد آوردن نفت به بورس توضیح دهد و مجلس پاسخگو باشد. نزدیک به 200 نماینده مجلس چندی قبل طرح سؤال از حسن روحانی را امضا کردند اما هیئت رئیسی مجلس هنوز سؤال از حسن روحانی را اعلام وصول نکرده است. قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکری در این زمینه گفته است هیئت رئیسی مجلس به آیین‌نامه عمل کرده و سؤال از رئیس جمهور نیز دنبال خواهد شد. سران حکومت ایران که در روزهای نخست اعلام برقراری روابط سیاسی بین امارات عربی متحده و اسرائیل به تهدید و توهین روی آورده بودند، اکنون چند روزی است که به طور نسبی مهر سکوت بر لب زده اند، ولی رسانه‌های حکومتی در ایران مرتباً از اقدامات اعتراضی در جهان عرب و کشورهای اسلامی اخباری منتشر می‌سازند. سامانه خبری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران امروز چهارشنبه نوشت که گروهی از استادان دانشگاه در امارات با انتشار بیانیه‌ای علیه طرح برقراری روابط دو جانبه بین امارات و اسرائیل خواهان جلوگیری از اجرای این توافق شدند. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران همچنین انتقادهای گزنده محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از امارات را بازتاب دادند که ادعا کرده است ملت فلسطین همگی در یک صف و موضع واحد علیه توطئه جدید عادی سازی روابط میان امارات و اسرائیل و هر کسی که به مسئله ما تعدی کند قرار دارند. رئیس خودگردان فلسطین به تقلید از مقامات رژیم ایران گفته که ما توافق سه جانبه امارات، اسرائیل و آمریکا را که اخیراً اعلام شده خنجری از پشت قلمداد کرده و آن را قاطعانه رد می‌کنیم. تسنیم در ادامه به نقل از شیخ محمد حسین مفتی کل قدس نوشته است که اماراتی‌ها از اقامه نماز در مسجد الاقصی محروم شدند. سپاه پاسداران پیشتر با انتشار بیانیه‌ای در این باره گفته بود توافق عادی سازی روابط امارات و اسرائیل حماقتی تاریخی و خنجری زهراگین در پیکر امت اسلامی در جهان است. محمد باقر قالیباف نیز در این باره گفته بود که برقراری ارتباط امارات با اسرائیل به گفته وی خیانتی آشکار به ارزش‌های اسلامی، امت اسلامی و آرمان فلسطین است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز گفته است که عربستان و امارات با اسرائیل روابط پنهانی دارند. همچنین آخوند احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفت
برخی کشورهای خلیج فارس همچون عربستان و امارات سالهاست روابط پنهانی با اسرائیل دارند، اما مردم جهان اسلام هرگز این روز تاریخی را که در آن امارات با اسرائیل یکی شده است را فراموش نمی کنند. ولی در کنار این موضع‌گیری های تند و تهدیدآمیز مقامات حکومتی در ایران، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات چیز دیگری می گوید. فرشید فرزانگان، رئیس اتاق بازرگانی امارات و ایران گفت موضع‌گیری سیاسی حکومت ایران علیه امارات به علت توافق با اسرائیل را به نفع اقتصاد ایران نمی داند. اگر ارتباط با امارات قطع شود، ایران در شرایط کنونی تحریم گزینه‌های زیادی برای روابط تجاری ندارد. در همین راستا وزارت خارجه امارات نیز با اشاره به تجربه حمله حکومت ایران به برخی سفارتخانه‌های خارجی در تهران، از جمله دفتر نمایندگی دیپلماتیک بریتانیا و عربستان سعودی، از ایران خواسته است مطابق کنوانسیون وین مسئولیت خود در مورد مسئولیت دیپلمات‌های امارات در تهران را مد نظر داشته باشد. همزمان انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات عربی متحده، نیز تأکید کرده است که پیمان صلح امارات و اسرائیل یک تصمیم حاکمیتی است که در جهت مقابله با ایران نیست و ارتباطی هم به رژیم ایران ندارد. ما این را میگوییم و تکرار میکنیم. ما دخالت در تصمیمات خود را نمیپذیریم. آگاهان امور در این باره میگویند چنین تنش‌هایی میتواند از حد مناقشه‌های لفظی میان مقامات دو کشور فراتر رود و روابط سیاسی و به تبع آن مناسبات تجاری میان حکومت ایران و امارات را مختل کند. در حال حاضر امارات پس از چین مهمترین شریک تجاری رژیم اسلامی است. دیوان عالی عدالت اسرائیل رأی داد که تظاهر کنندگان علیه بنیامین نتانیاهو حق دارند همچنان به انجام تظاهرات در فاصله کمی از اقامتگاه رسمی نخست وزیر ادامه دهند و چنین حقی را نباید از مخالفان نتانیاهو سلب کرد. رسیدگی به این جریان به دنبال شکایت گروه بزرگی از اهالی دو محله‌ای بود که در نزدیک خانه نخست وزیر قرار دارد و ساکنان شکایت کرده بودند که تظاهرات هفتگی که ساعتها به درازا می کشد آرامش زندگی آنها را برهم می زند. ساکنان این محله از دادگاه خواسته بودند به تظاهر کنندگان توصیه کند که اقدام تعرضی خود را به مکان دیگر، مثلا یک پارک عمومی، منتقل سازند. ولی دیوان عالی عدالت به اتفاق آرا اعلام کرد که حق قانونی شهروندان است که در فاصله کمی از مکانی که اقامتگاه رسمی نخست وزیر است به اعتراض بپردازند. اکنون چند ماه است که تظاهرات هفتگی با حضور هزاران نفر از مخالفان نتانیاهو در فاصله کمی از اقامتگاه در نقطه‌ای که میدان پاریس نامیده می‌شود ادامه دارد. این تظاهرات بسیار پر سر و صدا است و مزاحمت واقعی برای اهالی آن نقاط ایجاد می‌کند. ارزیابی شده که در آخرین تظاهرات که شامگاه روز شنبه 4 روز پیش برگزار شد حدود 15,000 نفر شرکت کردند. تظاهر کنندگان می گویند که نتانیاهو به علت محاکمه‌ای که جریان دارد و اتهاماتی که به او وارد شده باید از پست نخست وزیری کنار برود. طبق قوانین اسرائیل تا هنگامی که نخست وزیر در همه سطوح حقوقی و دادگاهی و به طور محرز مجرم شناخته نشده می تواند به کار خود ادامه دهد. در این هفته تظاهرات مخالفان نتانیاهو به اروپا نیز کشیده شد و شماری از دانشجویان اسرائیلی و یا اسرائیلیان ساکن کشورهای اروپایی در 15 مکان مختلف یک رشته تظاهرات اعتراضی علیه او برگزار کردند. ویروس کرونا در ایران تاکنون جان 20,000 تن را گرفته است و سفر به استان مازندران ممنوع شد. سخنگوی وزارت بهداشت حکومت ایران امروز چهارشنبه
ضمن اعلام این خبر گفت در شبان روز گذشته 153 تن دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند که با مقایسه با تلفات دیروز 15 تن کمتر بوده است. آمار جان باختگان بر اثر ویروس کرونا در ایران از مرز 20 هزار تن گذشت و به 20125 تن رسید. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت سیما سادات لاری، در 24 ساعت گذشته همچنین 2444 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده که از این میان 1132 نفر در بیمارستان‌ها بستری شدند. مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور به 350279 تن رسیده است. آمارهای رسمی و دولتی حکومت ایران همواره توسط برخی کارشناسان داخلی و مسئولان و مقامات رسمی همانند شورای شهر و نمایندگان مجلس مورد شک و تردید قرار گرفته است. سخنگوی وزارت بهداشت به همه مردم هشدار داده است که از هر گونه سفر غیر ضروری به استان مازندران جدا خودداری کنند. و به عنوان آخرین مطلب بخش نخست این مجموعه خبری، یک نماینده مجلس به مردم هشدار می‌دهد که مبادا به دام دولت بیفتند و پول خود را در راه خرید اوراق پیش فروش نفت به هدر بدهند. این نماینده به نام کاظم دلخوش عباطری، عضو کمیسیون حقیقی مجلس، در مصاحبه میگوید که مبادا مردم با خرید این اوراق باور کنند که صاحب نفت میشوند و یا سودی عاید آنان میگردد. در واقع حکومت برای جبران کسری بودجه خود میخواهد نفتی را که هنوز تولید نکرده و اگر هم تولید کند در بازار جهانی خریداری ندارد، به مردمی بفروشد که پولی برایشان باقی نمانده، ولی حکومت به آنها وعده سود کلان می‌دهد و این در صورتی که یک بدهی کلان برای سالهای آینده ایجاد خواهد شد. آن لطیفه شبکه‌های اجتماعی را بازگو می‌کنیم که می‌گوید خمینی وعده داده بود که نفت را به کشورهای دیگر می‌فروشند و پول آن را سر سفره‌های مردم می‌آورند. حالا می‌خواهند نفت را به مردم ایران بفروشند و پول آن را سر سفره حزب الله و حماس و حشد الشعبی ببرند و شکم بیگانگان تروریست را سیر کنند. علی‌رغم شیوع و گسترش ویروس کرونا، حسن روحانی گفته است از شنبه آینده فضای کشور باید متأثر از ماه محرم باشد. حسن روحانی گفت باید محرم پرشوری داشته باشیم. وی در این حال خواستار رعایت دستور عملهای بهداشتی برای مقابله با گسترش ویروس کرونا شد و گفت با رعایت این موارد آیین‌های مربوط به ماه محرم باید برگزار شود. مسئولان وزارت بهداشت مخالف برگزاری مراسم محرم هستند، ولی آخوندهای حکومتی بدون توجه به گسترش بیماری بر اثر برگزاری مراسم محرم همچنان بر برگزاری این مراسم تأکید می‌ورزند. در همین حال علیرضا زاری، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، ضمن تأکید بر این که پاییز امسال سخت‌ترین پاییز معاصر است، درباره بروز موج سوم کرونا هشدار جدی داد. وی که در یک نشست خبری سخن می‌گفت بر ادامه برخی محدودیت‌ها در حوزه آموزش پرورش و حمل و نقل عمومی در فصل پاییز تأکید نمود و گفت در فصل پاییز همزمانی کرونا با بیماری‌های فصلی، تمایل مردم به حضور در
فضاهای سرپوشیده، ایجاد علائم تنفسی و آلرژی و ورود موج جدید آنفلانزا باعث یک شرایط بسیار نگران کننده خواهد شد. علیرضا زالی ضمن اشاره به این که کنترل کرونا در تهران با مشکلات جدی روبرو شده، از حاشیه نشینی، فرسودگی زیرساختها و جمعیت شناور به عنوان مؤلفه های یاد کرد که بار زیادی بر سیستم بهداشت و درمان وارد کرده است. در همین حال بازگشایی مدارس ایران در سال تحصیلی جدید به استانها واگذار شده است. محمد سیدلو مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران ضمن اعلام این خبر گفت تمامی ادارات آموزش و پرورش باید آمادگی ارائه خدمات آموزشی در شرایط سفید، زرد و قرمز را به دانش آموزان داشته باشند. این در حالی است که قبلاً رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفته بود 3,225,000 دانش آموز به دلیل نداشتن تبلت یا گوشی امکان عضویت در شبکه شاد را ندارند و با خطر بازماندگی از تحصیل روبرو هستند. ایالات متحده از محکوم کردن عضو حزب الله در دادگاه حریری استقبال کرد و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به رأی دادگاه ویژه برای پرونده ترور نخست وزیر پیشین لبنان گفت که حزب الله بیشتر از مردم لبنان به فکر منابع خود و حامی این گروه یعنی جمهوری اسلامی ایران است. آقای پومپئو در بیانیه‌ای که اخیراً دیشب منتشر کرد گفت ایالات متحده از صدور رأی دادگاه ویژه برای لبنان مبنی بر گناهکار بودن سلیم عیاش عامل حزب الله لبنان به خاطر نقش او در ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان در تاریخ 14 فوریه 2005 استقبال می‌کند. این اقدام تروریستی جان 21 قربانی دیگر را گرفت و به زخمی شدن 226 تن دیگر انجامید. اگرچه عیاش همچنان متواری است، اما این حکم دادگاه بر اهمیت اجرای عدالت و پایان دادن به مسئولیت از مجازات تأکید دارد و این برای تضمین امنیت، ثبات و حاکمیت ملی لبنان امری بسیار مهم است. و افزود عوامل حزب الله سر خود عمل نمی کنند. محکومیت عیاش به تایید آنچه که جهان به شکل فضاینده ایوان پی می برد کمک می کند و او و آن این است که حزب الله و اعضایان برخلاف آنچه که ادعا می‌کنند مدافعان لبنان نیستند، بلکه به منزله یک سازمان تروریستی هستند که نسبت به پیشبرد دستور کار بدخواهانه فرقه گرایانه ایران متعهد هستند. حملات تروریستی حزب الله در سراسر جهان از بیروت در سال 83 تا بوینس آیرس در سال 94 و بلغارستان در سال 2012 به کشته شدن توجیه ناپذیر صدها نفر و مصیبت چندین هزار تن دیگر منجر شده است، در حالی که مردم لبنان از بحران کمرشکن اقتصادی رنج میبرند. سوء استفاده حزب الله از سیستم مالی لبنان، تضعیف نهادهای لبنان توسط آن گروه و اقدامات تحریک‌آمیز و خطرناک آن مردم لبنان را تهدید کرده و رفاه مالی و بهبودی بالقوه لبنان را به خطر می‌اندازد. مایک پومپئو در پایان این بیانیه می‌گوید همان گونه که پیشتر بارها گفتم فعالیت‌های تروریستی و غیرقانونی حزب الله در لبنان و در سراسر جهان نشان می‌دهد که آن گروه بیش از آن که در اندیشه بهترین‌ها برای لبنان و مردم لبنان باشند به فکر منافع خود و نیز منافع حامی خود یعنی جمهوری اسلامی ایران هم. حکومت ایران به رغم هیاهوهای اولیه چاره‌ای جز پذیرش عادی سازی مناسبات امارات عربی متحده و اسرائیل ندارد. خبرگزاری رویترز ضمن طرح این موضوع
طی گزارشی می نویسد جمهوری اسلامی چاره‌ای جز پذیرش عادی سازی روابط امارات و اسرائیل ندارد، به این جهت که پس از چین امارات دومین شریک تجاری ایران و تنها مجزای تنفس این کشور در برابر فشارها و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا است. این خبرگزاری در گزارش خود می‌نویسد حکومت ایران برخلاف برخی دیگر از کشورها به نشانی اعتراض کاردار خود را در ابوظبی به ایران فرا نخوانده است یا پیوندهای خود را با امارات قطع نکرده است. یک مقام دولتی حکومت ایران به رویترز گفته است جمهوری اسلامی متناسب با منافع خود عمل می کند و تا موقعی که منافع آن به خطر نیفتد به خصومت روی نمی آورد. این خبرگزاری نوشته است امارات عربی متحده که در 150 کیلومتری سواحل جنوب ایران واقع شده از زمانی طولانی یکی از پیوندهای جمهوری اسلامی با جهان بیرون بوده و حکومت ایران حاضر نیست که یکی از مجاری مهم تجاری خودش را با خارج از دست بدهد، به ویژه در حال حاضر که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قویاً صادرات نفت ایران را کاهش داده و مبادلات خارجی را برای این کشور پیچیده‌تر و دشوارتر کرده است. رویترز به نقل از سعید لیلاز اقتصاددان در ایران می‌نویسد جمهوری اسلامی هرگز شاخه‌ای را که روی آن نشسته است نمی‌برد. در ادامه گزارش رویترز آمده است که ایرنا خبرگزاری رسمی حکومت ایران در ماه ژوئن اعتراف کرد که هنوز بخش مهمی از صادرات و واردات ایران از طریق امارات عربی متحده انجام می‌گیرد. یک مقام دیگر حکومت ایران که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است بی‌دلیل نیست که روحانیون حاکم بر ایران برای پیشگیری از انزوای هرچه بیشتر حکومت ایران از موضع‌گیری شدید در قبال تحولات ژئوپلیتیکی منطقه اجتناب می‌ورزند. یک مقام دیگر حکومت ایران گفته است این کشور هیچ سودی از اتخاذ تدابیر عجولانه نخواهد برد، زیرا رهبران رژیم خوب می‌دانند که کشورهای دیگر مانند عمان، بحرین و عربستان سعودی مناسبات خود را با اسرائیل عادی خواهند کرد. با این حال میر جاودانفر تحلیلگر اسرائیلی تبار به خبرگزاری رویترز می‌گوید که عادی‌سازی مناسبات اسرائیل و امارات عربی متحده یعنی مهمترین شریک تجاری حکومت ایران در منطقه شکست بزرگی برای جمهوری اسلامی در خاورمیانه بوده است. در بخش دیگری از این گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان آمده است بعید نیست که نیروهای نیابتی حکومت ایران برای نشان دادن نارضایتی‌های خود به اقداماتی از قبیل انفجار و بمب‌گذاری و به کارگیری پهپاد و موشک مبادرت کند. یک دیپلمات پیشین حکومت ایران به رویترز گفته است که در درون خود ایران نیروهای وابسته به حکومت عادی‌سازی مناسبات امارات و اسرائیل را اقدامی تحریک آمیز دانسته است، آن هم تحریک آمیز علیه خود، زیرا از نگاه آنان این تحول اسرائیل را در بیخ گوش ایران قرار می‌دهد. بنابر نوشته رویترز ضدیت با اسرائیل سیمانی بوده که تا کنون جمهوری اسلامی ایران را به شبکه‌ای از گروه‌های شبه نظامی در منطقه از یمن تا سوریه و لبنان و عراق وصل کرده است. نگهداری این شبکه به علت تحریم‌های آمریکا و بحران ناشی از کرونا هزینه‌های سنگینی را در حال حاضر به حکومت ایران تحمیل می کند، به ویژه آنکه نارضایتی های اجتماعی در داخل ایران همچنان در قلیار است و همانند اعتراض های دیماه 96 می توانند به سرعت مشتعل و فراگیر شوند. یک زن جوان مطلقه و از سرپرست دو فرزند که شوهرش نیز بیکار است به خبرگزاری رویترز گفته است
مسئله فلسطین به من چه ربطی دارد و سیاست منطقه‌ای چه گرهی از مشکلات من باز می کند وقتی که من حتی قادر نیستم غذای خود و فرزندانم را تأمین کنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به انتقادات میشل اوباما مبنی بر غلط بودن ریاست جمهوری او بر کشور گفت حضورش در کاخ سفید به دلیل عملکرد باراک اوباما است. ترامپ نوشت یک نفر لطفاً به میشل اوباما توضیح دهد که اگر به خاطر عملکرد شوهرت باراک اوباما نبود دونالد ترامپ در اینجا در کاخ زیبای سفید نبود. میشل اوباما بانوی اول پیشین آمریکا طی سخنانی در روز گردهمایی ملی دموکرات‌ها برای حمایت از بایدن که به صورت مجازی برگزار شد گفت اگر در این انتخابات مسیر را تغییر ندهیم اوضاع آمریکا بدتر خواهد شد. و اضافه کرد صادقانه بگویم دونالد ترامپ برای آمریکا گزینه غلطی است. خانم اوباما گفت آنچه احساس می‌کنم با شما مردم آمریکا در میان می‌نهم. من برای کشورم دل می‌سوزانم. اگر ما در این انتخابات کاری نکنیم و دست روی دست بگذاریم وضع کشور بدتر از امروز خواهد شد. و دونالد ترامپ در سخنان اخیرش بار دیگر بعد دستیابی سریع توافق با جمهوری اسلامی ایران در صورت پیروزی در انتخابات سوم نوامبر امسال تاکید کرد. پرزیدنت ترامپ همچنین در سفر به ایالت آریزونا در سخنانی در فرودگاه شهر یوما گفت جمهوری اسلامی ایران دوست دارد رقیب دموکرات او برنده شود. دونالد ترامپ افزود وقتی ما پیروز انتخابات شویم فوراً یک توافق با ایران خواهیم داشت. آنها منتظر هستند. پرزیدنت ترامپ دو سال پیش از برجام خارج شد و گفت این توافق نتوانسته مانع حمایت جمهوری اسلامی از گروه های تروریستی شود ولی ابراز آمادگی می کند که برای گفتگوی بدون پیش شرط با ایران نیز آماده است. خواست آمریکا از جمهوری اسلامی این است که از تلاش برای رسیدن به سلاح هسته‌ای دست بردارد، از گروه های تروریستی حمایت نکند و از تلاش برای ایجاد تنش و دخالت در کشورهای منطقه و توسعه برنامه موشکی خودداری کنند تا امکان توافقی بهتر از توافق قبل فراهم شود. آقای ظریف، هیچ کس در فرانسه به حرفهای شما اعتنا نمی کند و هیچ اهمیتی هم برایش قائل نیست. این مکتب را ژان فرانسوا بیر استاد مؤسسه مطالعات عالی بین‌المللی و توسعه در ژنو طی مطلبی در روزنامه لوموند چاپ پاریس عنوان کرده نوشته است به محمد جواد ظریف گفتم که در فرانسه هیچ کس اهمیتی برای سخنانش قائل نخواهد شد و مقصر این امر کسی جز خود حکومت ایران و رفتارهای ناقض حقوق بشر آن با دانشگاهیان و محققان خارجی نیست. هفته پیش در 12 ماه اوت جواد ظریف مطلبی در نشریه فرانسوی لوموند منتشر کرد و طی آن ضمن انتقاد از سیاست‌های ایالات متحده آمریکا به ویژه در شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی و برای نابودی برجام خطاب به خوانندگان فرانسویش گفت آیا همگی می‌خواهیم دولت قانون را محترم شماریم یا بالعکس به قانون جنگل بازگردیم؟ این استاد مؤسسه مطالعات در ژنو با اشاره به همین پرسش گفته است که با نگرانی ظریف موافق است و دولت ترامپ را مسئول بحران جاری مناسبات ایران و سایر دولت‌ها در نظام بین‌المللی می‌داند و بارها خود او نیز به او عنوان پژوهشگر از حقوق ایران در مقابل فشارهای آمریکا دفاع کرده است. اما به گفته بایر متاسفانه امروز هیچ کس در فرانسه از جمله خود او اعتنایی به اظهارات آقای ظریف و اعتراضهای جمهوری اسلامی به سیاستهای دولت کنونی ایالات متحده آمریکا نمی کند، زیرا رهبران حکومت ایران
خود قانون جنگل را در این کشور دست کم در قبال دانشگاهیان و پژوهشگران خارجی از جمله فریبا عادل‌خواه اعمال کردند و با استناد به اتهامات بی اساس آنان را زندانی در بحث معامله خود در مقابل با قدرت‌های غربی نمودند. ژان فرانسوا بایر گفته است در فرانسه هیچ کس سخنان ظریف را نخواهد شنید، هرچند بخش قابل توجهی از طبقه سیاسی و بیش روزنامه‌نگاران و دانشگاهان کشور با استدلال او موافقند. علت این امر به گفته استاد فرانسوی این است که خود حکومت ایران در احیای قانون جنگل نقش دارد. ژان فرانسوا بایر در ادامه گفته است دستگیری و محکومیت دانشگاهیان خارجی به اتهامات جنون آمیز اقدام علیه امنیت ملی یا جاسوسی برای بیگانه هیچ کس را گول نمی زند و نتایج ویرانگری برای اعتبار سیاسی خارجی جمهوری اسلامی دارد. جارد کوشنر، مشاور ارشد پرزیدنت دونالد ترامپ، درباره واکنش‌های مقامات رژیم جمهوری اسلامی به توافق تاریخی عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و امارات متحده عربی گفت: ببینید، من فکر می‌کنم که رهبران ایران به مردم این کشور خیانت کردند. مردم ایران مردمی صلح‌دوست هستند. آنها مردمی تاجرمسلک هستند. آنها می‌خواهند تجارت کنند، آنها میخواهند بهتر زندگی کنند، اما رهبران ایران به جای آن در حال تحریک سراسر منطقه هستند. ایران از طریق تفرقه افکنی و فتح منطقه پیش میرود. به همین خاطر است که آنها حزب الله را تامین مالی میکنند، حماس را تامین مالی میکنند. هر کسی که یک گروه تروریستی جهادی باشد، منابع تامین مالیش را از ایران دریافت میکنند. مشاور ارشد پرزیدنت ترامپ گفت: اما اکنون به لطف پرزیدنت ترامپ صادرات نفت آنها قطع شده است. میدانید که وقتی پرزیدنت ترامپ کارش را در مقام ریاست جمهوری آغاز کرده بود، آنها روزانه 2.6 میلیون بشکه نفت صادر میکردند. اکنون این مقدار تقریبا به صفر رسیده است، که معنایش این است که اکنون منابع موجود برای تامین مالی تروریست ها در منطقه بسیار کمتر است. جارد کوشنر سپس گفت: من به مقامات ایرانی میگویم که پرزیدنت ترامپ میخواهد با همه دوستی کند. او به جنگ ها خاتمه داده است و جنگی را آغاز نمی کند، اما او از موضع قدرت برخورد می کند. او نیروهای نظامی آمریکا را بازسازی کرده است. او 2,000 میلیارد دلار صرف بازسازی نیروهای نظامی آمریکا کرده است، نیروهایی که در زمان روی کار آمدن او به شدت تحلیل رفته بودند. ما نیرومندترین نیروهای نظامی جهان را داریم، اما مشخص است که ما از آن نیروی نظامی نیرومند برای از بین بردن تهدیدات تروریستی و نیز برقراری صلح استفاده می کنیم. جارد کوشنر در ادامه خطاب به مقامات ایران گفت: اکنون زمان آن رسیده است که منطقه رو به جلو حرکت کند. بیایید قید و بند درگیری های گذشته را کنار بگذاریم. اکنون زمان آن است که مردم گرد هم آیند و صلح کنند. صلح چیز شریفی است، صلح چیز خوبی است، و اگر ما بخواهیم جهانی داشته باشیم که در آن همه بتوانند از فرصت اقتصادی برخوردار باشند تا زندگی آنها بهتر از زندگی والدینشان باشد، در آن صورت صلح چیز بسیار مهمی است. متن کامل و مشروع این گزارش‌ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می‌شود، می‌توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید. پیش از خداحافظی با شما یادآوری می‌کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می‌کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می‌کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می باشد.
برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار یک دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپ استور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید، اسرائیل.